سرخط خبرها. عقب نشینی تیم دونالد ترامپ از یک ادعای مهم تخلف انتخاباتی در پنسیلوانیا. با این حال او دوباره خود را برنده انتخابات خواند. در سالگرد اعتراض‌های آبان ماه 98 در ایران، عفو بین‌الملل شواهد سرکوب مرگبار معترضان را منتشر کرد. بالاترین رکورد ابتلا و مرگ بر اثر ابتلا به کرونا در ایران طبق آمار روزانه وزارت بهداشت. وزیر کشور در مورد آمارسازی و مخفی‌کاری هشدار داد. آب سال تا سال کم می‌شود. و بچه آبی، داستان ارتباط انسان با محیط زیست. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. با اینکه ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد تقلب به نفع رقیبش در انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد، تیم حقوقی او بخش مهمی از شکایت خودشون رو در ایالت پنسیلوانیا پس گرفته. آقای ترامپ به خاطر قبول نکردن نتیجه انتخابات و ادعای تقلب بدون ارائه شواهد روشن زیر باد انتقاد است. از طرف باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین که او را به ایجاد شکاف در جامعه آمریکا متهم کرده، تا جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق خودش که حالا میگوید رهبران حزب جمهوری‌خواه باید به رای دهندگانشان بفهمانند که باختند تا مبادا حرفای آقای ترامپ را باور کنند. پرهام قبادی گذشت. Likewise in Georgia I won by a lot. They're trying to steal an election. They're trying to rig an election. And we can't let that happen. صفحه توییتر رئیس جمهوری آمریکا پر از ادعا در مورد انتخابات بدون ارائه شواهد و مدارک. توییتر کنار همه آنها هشدار زده که مورد مناقشه‌اند. دونالد ترامپ اصرار دارد که پیروز انتخابات شده، در حالی که جو بایدن طبق برآورد همه رسانه‌های اصلی آمریکا برنده انتخابات است و حالا رئیس جمهوری منتخب، هرچند هنوز به طور رسمی برنده انتخابات اعلام نشده. طبق برآوردها نامزد حزب دموکرات با پیروزی در ایالت پنسیلوانیا از حد نصاب 270 رأی الکترال عبور کرد. حالا مجموع آرای الکترال او به 306 رسیده. تا به حال تیم حقوقی آقای ترامپ اصرار داشت که در ایالت سرنوشت ساز پنسیلوانیا ناظرهای انتخاباتیش نتوانسته بودند شمارش آرای پستی را ببینند. اما امروز در چرخشی ناگهانی تیم حقوقی آقای ترامپ این ادعا را پس گرفت. اما هنوز میگوید با رأی دهندگان آقای بایدن بهتر از طرفداران آقای ترامپ رفتار شده. جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق آمریکا هم در مصاحبه‌ای با شبکه ABC گفته رهبران حزب جمهوری خواه وظیفه دارند به رأی دهندگانشان بگویند که آقای ترامپ باخته، مبادا که آنها ادعاهای آقای ترامپ را باور کنند. شواهد کجاست؟ هر روز که میگذره بیشتر و بیشتر مشخص میشه که مدرکی وجود نداره. اما اگر رای دهندگان جمهوری خواه فقط ادعاهای اشتباه دونالد ترامپ رو بشنون، عجیب نیست که باورشون بشه. بسیار مهمه که بقیه رهبران جمهوری خواه بیان وسط و توضیح بدن که چه اتفاقی افتاده. هر روزی که روند انتقال قدرت رو به عقب بندازه برای اینکه دنبال راهکارهای حقوقی، در نهایت به ضرر کشور تموم میشه. البته رئیس جمهوری آمریکا اظهارات جان بولتون رو بی جواب نگذاشت. جان بولتون یکی از احمق‌ترین افراد در دولت بود که من افتخار همکاری با او رو داشتم. یک آدم عبوس، حوصله سربر و ساکت که هیچ به امنیت ملی نیفزود. مگر هی بیا جنگ را بندازیم. همچنین مدارک محرمانه زیادی را غیرقانونی منتشر کرد. یک احمق واقعی. باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا هم در مصاحبه با شبکه ABC گفته که شکاف در جامعه از زمان به روی کار آمدن آقای ترامپ بیشتر شده. آمریکا بیشتر از 4 سال پیش که دونالد ترامپ ریاست جمهوری رو برد دچار شکاف شده. بخشی از این شکاف به خاطر رئیس جمهوری فعلیه که عمدن به اختلاف دامن میزنه چون فکر میکنه به نفع سیاست هاشه. آقای اوباما معتقد است که پیروزی جو بایدن در انتخابات امسال اولین قدم برای پر کردن شکاف هاست. اما ایجاد اتحاد در جامعه به شدت دو قطبی کار آسانی نیست، به ویژه در کشوری که طی 1 سال شاهد بیشترین آمار تلفات کرونا، تظاهرات نژادی، ظهور تئوری‌های توته و پرتنش‌ترین انتخابات دوران معاصرش بوده. پرهام قبادی،
بی بی سی. هادی نیلی از واشنگتن به ما پیوسته تا در این مورد بیشتر صحبت کنیم. هادی، کمی از این شکایتی که در پنسیلوانیا اتفاق در واقع پس گرفته شد بهمون بگو و اهمیت پنسیلوانیا چه بود؟ خب پنسیلوانیا ایالتی بود که با 20 رأی الکترال جو بایدن رو از مرز لازم برای رسیدن به ریاست جمهوری عبور داد، او رو گذروند از مرز لازم و به همین خاطر خیلی کلیدی بود. 20 رأی الکترال خیلی هم عدد بالایی هست. اگر جو بایدن این ایالت رو نمی برد، دست کم به دو ایالت دیگه نیاز داشت که البته اونها رو هم در نهایت برد طبق برآوردها. ولی الان خیلی دونالد ترامپ تمرکز کرد روی پنسیلوانیا، چون ایالتی بود که 2016 دور قبلی انتخابات از دست دموکرات‌ها در برده بود. شکایتی هم که داشتن این بود که حدود 700 هزار رأی باید شمرده نشه یا در شمارش لحاظ نشه در شمارش نهایی، در آمار نهایی، به خاطر اینکه به ادعای ستاد انتخاباتی آقای ترامپ و در واقع فعالان حزب جمهوری‌خواه این تعداد رأی بدون حضور ناظران از طرف آقای ترامپ شمرده شده بود. ادعایی که البته در دادگاه خود قاضی هم به چالش کشید و وقتی که از وکیل اعزام شده از طرف جمهوری‌خواهان پرسید چند نفر از ناظران شما در محل نظارت محل شمارش آرا بودند، وکیل جواب داده بود عددی به جز صفر و بعد قاضی پرسیده بود خب این یعنی چه عددی به جز صفر. در نهایت تایید کرده بود که ناظرانی حضور داشتند. الان که این شکایت رو پس گرفتند، همچنان در بخشی از مقدمه شکایتنامه‌شون این ادعا رو تکرار کردند، ولی دیگه بابت این شکایت درخواست توقف صدور یا تایید آرای الکترال ایالت رو ندارند. در مورد بخش دیگری از شکایتشون چه درخواستی دارن که شامل تعداد آرای خیلی کمتری میشه، که بسیار کمتر از آرایی هست که جو بایدن الان در پنسیلوانیا جلوتر هست. اونم در مورد شکایت در مورد آرای پستی هست که بعد از مهلت افراد تونستن نقص مدرکشون رو رفع بکنن. و با همه این اوصاف آقای ترامپ اما دستبردار نیست، همچنان توییت میکنه که انتخابات رو برده. واکنش‌ها چه بوده به توییت‌های اخیر او؟ همینطور آقای ترامپ همچنان بر موضعش هست. به نظر میرسه جمهوری خواهان هم یا همراهش هستن یا اگر هم همراه نیستن با این روی کردش چندان علاقه به اینکه جلوی او بایستند و هزینه بدهند احتمالاً ندارن. در نظر داشته باشیم که همین کمتر از 2 سال دیگه دوباره انتخابات مجلس نمایندگان، به این ترتیب همه جمهوری خواهان مجلس نمایندگان دوباره در معرض رأی هستند. احتمالاً خیلی از اونها نمیخوان پایگاه رأی دونالد ترامپ رو از خودشون دلخور بکنن، منابع مالی که میتونن برای انتخابات داشته باشن رو از خودشون دور بکنن. و همینطور جمهوری خواهان دیگه هم هستن در واشنگتن که با وجود اینکه خیلی همراهی نکردن با دونالد ترامپ، ولی همچنان موضع جدی نگرفتن. ممنونم از هادی. هادی نیلی همکارم از واشنگتن با ما. در ایران هفته‌نامه صبح صادق، ارگان سپاه پاسداران پیشنهاد کرده که مسئولیت پرونده هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی واگذار بشه. صبح صادق ضمن بررسی پیامدهای پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نوشته با انتقال مسئولیت از وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی جلوی آنچه این نشریه خسارت‌های ادامه‌دار برجام خوانده گرفته می‌شود. پیش از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، شورای عالی امنیت ملی مسئول پرونده هسته‌ای ایران بود. با رد درخواست باشگاه فوتبال النصر عربستان برای بازنگری در پرونده شکایت این تیم علیه پرسپولیس تهران، این پرونده بسته شد. النصر که حریف پرسپولیس در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا بود، پیش از این با شکایت به کنفدراسیون فوتبال آسیا مدعی شده بود پرسپولیس در این مسابقه از بازیکنان غیر مجاز استفاده کرده. پرسپولیس با شکست النصر در این مسابقه به فینال لیگ قهرمانان راه پیدا کرد. شیوع ویروس کرونا در ایران همچنان اوج می‌گیرد. امروز موارد ابتلای قطعی روزانه از 13000 نفر گذشت و رکورد تازه‌ای از خودش به جای گذاشت. وزارت بهداشت تعداد قربانیان در شبانه روز گذشته رو 486 نفر اعلام کرده که در آمار رسمی روزانه بی‌سابقه است. وزیر کشور هم در نشستی با استانداران و فرمانداران هشدار داده که نباید آمارسازی و مخفی‌کاری صورت بگیرد. محمد امینی با جزئیات بیشتر. از همین زحمت استفاده کنید. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در جمع مقامات ارشد وزارتخانه‌اش. 10 ماه از ظهور ویروس کرونا در ایران گذشته. حرف آقای رحمانی فضلی حالا این است که استانداران و فرمانداران درست قانون را اجرا نکردند. جریمه را داریم، پلمب را داریم، ارسال پرونده قوه قضاییه داریم، ظرفیت قانون مدیریت بحران را داریم، دادستان ها هست و
و شورای تامین هم هست، بیشتر از این چی میخواید؟ پس اشکال در اعمالشه یا ضعف در فهم دقیق این قوانین و مقرراته. بنده به شما میگم شما هیچ کمبودی ندارید. مصوبات ستاد در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملیه. اما شاید جالبترین قسمت سخنان وزیر کشور هشدار در مورد آمارسازی و مخفی کاری بود، چیزی که ماهاست مورد تاکید منتقدان است که میگویند آمار تلفات و مبتلایان کرونا بیشتر از آن است که اعلام میشود. به هیچ وجه آمارسازی و مخفی کاری نباید داشته باشیم. جان مردمه. بر مبنای آمار و اطلاعات شماست که آقای دکتر نمک اینجا تصمیم میگیره. اگه ما فرض کنیم یا فرض کنیم با آمارسازی یا با مخفی کاری که حالا مثلا ما گزارش ما کم بدیم یا مثلا اگه تعداد فوتیامون خدا نکرده زیاد شده بدیم، میگن نه نه خیر اینطوری نیست، شما بگید بله فوتیامون زیاد شده، مبتلایان زیاد شده، به اینا نیاز داریم. ما وزیر کشور تا آنجا پیش رفت که خود دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران را به عمل نکردن به مقررات مبارزه با کرونا متهم کرد. مثلا خود دستگاه‌های اجرایی بعضی وقت رعایت نمی‌کنن. کاملا درسته. من دو شب قبل تلویزیون نگاه می‌کردم، اتفاقا سه تا افتتاحیه دیدیم و یه جلسه. هر سه تا افتتاحیه دوستان خود بنده در دولت بودن در اونجا و هر سه مورد هم به نظر من رعایت نشد. همین الان که شما فرمانداران و محترم در جلسه تا نشستی هم رعایت نشده. شما با فرماندار تا معاون تا رئیس شبکه بهداشت بعضی وقتا اصلا شونه به شونه نشسته بودید. به این صحنه رو مردم نباید ببینن. این صحنه رو مردم وقتی میبینن میگن بابا خیلی جدی نیست، خود مسئولین که میگن رعایت نمیکنن. سخنان صریح وزیر کشور در شرایطی مطرح می شود که دولت حسن روحانی از شروع طرح ویژه‌ای سخن می گوید که از اول آذر اجرایی می شود. به موجب آن مناطق مختلف ایران سخت بندی می شوند و به درجات مختلف باید محدودیت هایی را رعایت کنند. همه مشاغل تعطیل هست به جز مشاغل سطح یک. اون مشاغل سطح یک به طور خلاصه یعنی مربوط هستش به نایحتاج ضروری مردم و تو حوزه خدمات رسانی ضروری، مواد غذایی، امداد، نجات و درمان. در حال حاضر اکثر استانهای ایران در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند و شیب سعودی ابتلا و مرگ ناشی از کرونا هم با در پیش بودن فصل سرما و زمستان چشم‌انداز تکان دهنده ای را ترسیم می کند. تعطیلی تهران به طور کامل هم هنوز محل بحث و اختلاف نظر است. اصرار شورای شهر و رئیس این شورا مبنی بر تعطیلی تهران و موافقت مراجع مختلف مثل استانداری حالا این بحث را ایجاد کرده که اگر همه موافقند پس مخالفت کدام فرد و نهاد است که اجازه نمی‌دهد پایتخت کشور به طور جدی با ویروس کرونا مبارزه کند. محمد امینی، بی بی سی. آزمایش‌های بالینی یک واکسن دیگر کرونا در آمریکا نشان می‌دهد که محصول شرکت مادرنا حدود 95% موفق عمل کرده، به خصوص بر روی بزرگسالان که بیش از بقیه آسیب پذیرند. این شرکت گفته همچنان در حال بررسی‌های بیشتر است و ظرف چند هفته آینده برای کسب مجوز از مقام‌های مسئول در آمریکا اقدام خواهد کرد. پیشتر شرکت آمریکایی فایزر از موفقیت 90% واکسن خودش در برابر کرونا خبر داده بود. چندین شرکت دیگر هم در آمریکا و کشورهای دیگر به طور همزمان مشغول تهیه و آزمایش واکسن کرونا هستند. به گفته مقام‌های محلی در شهرستان رام هرمز در استان خوزستان ایران، یک گروه کارشناسی برای بررسی دلایل خودکشی یک دختر 15 ساله در این شهرستان تشکیل شده. به گفته آرش غنبری فرماندار رام هرمز، نمایندگانی از نیروی انتظامی، اورژانس اجتماعی، بهزیستی و آموزش و پرورش در این گروه حضور دارند. به گزارش رسانه‌های ایران این ششمین مورد خودکشی در بین دانش آموزان رام هرمزی طی دو ماه گذشته است. همکارم سیامک محیط‌زاده اینجا در استودیو با ما هست، این خبر رو بیشتر دنبال کرده. سیامک، چه چیز بیشتری می‌دونیم، چه جزئیات بیشتری می‌دونیم، چرا رام هرمز؟ دقیقاً ما تونستیم امروز با یک منبع آگاه در رام هرمز صحبت کنیم در مورد این خودکشی اخیر و در واقع آخرین خبری که داریم اینه که تلاش‌هایی داره صورت می‌گیره مبنی بر اینکه رئیس آموزش پرورش شهرستان رام هرمز به خاطر مصاحبه با خبرگزاری‌ها در مورد این خودکشی عزل بشه از مقامش. این چیزیه که منبع آگاه داره به ما میگه. همین خبر رو فردین آذریان، خبرنگاری که
در خبرگزاری خورنایی که یک خبرگزاری محلی خوزستان است و اولین بار این خبر خودکشی رو پوشش داده، در توییترش قبل از اینکه من بیام دیدم منتشر کرده که اون هم میگه که شنیدین که قراره که رئیس آموزش پرورش رام هرمز به خاطر مصاحبه با خورنا عزل بشه. آقای قنبری فرماندار رام هرمز گفتن این کمیته تشکیل شده، اما این منبع آگاهی که ما باش صحبت کردیم میگه هیچ خبری از تشکیل این کمیته نیستش و مشخص نیست که این صحبت آقای فرماندار بر چه مبنایی بوده و چرا این حرف زدن. هیچ نتیجه این هیچ چیز در این مورد ما ندیدیم هنوز. اما چیزی که داره اتفاق میفته، این منبع آگاه میگه که از این 6 تا دانش آموزی که در رام هرمز خودکشی کردن، 4 تاشون هم محله‌ای بودن، 2 تاشون هم کلاسی بودن و احتمالاً بچه‌ها دارن روش خودکشی رو از همدیگه یاد میگیرن دانش آموزا، و این چیزی که خانواده ها رو نگران کرده. یک چیزی که اینجا داره اتفاق میفته و در واقع چشم افتاده اینه که تنها فقر مالی دلیل این خودکشی ها نیست، بخشی از این خودکشی ها در نتیجه تعصبیه که خانواده ها روی دختراشون دارن و اجازه نمیدن بهشون که از گوشی هوشمند یا تبلت استفاده بکنن، و به این خاطر آقای رستمی هم رئیس آموزش پرورش رام هرمز هم تو مصاحبهشون اینو تایید کردن، گفتن یکی از خودکشی‌ها صرفا به دلیل تعصب خانواده برای در اختیار قرار ندادن تبلت به خواهرشون بوده، برادرای این دختر اجازه ندادن و باعث خودکشی شده. مسئله دیگه اینه که این بچه‌ها در واقع وقتی که آموزش پرورش دیده که اینا دارن خودکشی میکنن، هیچ آموزشی به خانواده‌ها داده نشده برای پیشگیری از اتفاقات مشابه توی این قضیه. این چیزاییه که ما از این منبع آگاه تونستیم. ممنونم سیامک محیط‌زاده همکار اینجا در استودیو. همزمان با اولین سالگرد اعتراض‌های آبان ماه در ایران، سازمان عفو بین‌الملل از وبسایتی رونمایی کرده که مستندات سرکوب این اعتراض‌ها اختصاص داره. نام این وبسایت اینترنت خاموش کشتار بی‌صداست و به گفته مقام‌های این سازمان مدافع حقوق بشر، ادای احترامی است به کسانی که با وجود تلاش حکومت ایران برای انکار خشونت، تصاویر سرکوب معترضان را ثبت کردند. همزمان با اعتراض‌های آبان ماه پارسال، مقام‌های ایران دسترسی به اینترنت رو قطع کردند. در جریان این وقایع به گفته عفو بین‌الملل دست کم 304 نفر کشته شدند. مریم افشنگ همکارم با ما هست. مریم، پیام اصلی این وبسایت چه هست؟ چه هدفی رو دنبال می‌کرده عفو بین‌الملل با ایجاد این وبسایت؟ مجد، همونطور که گفتی از عنوان وبسایت مشخصه، اینترنت خاموش کشتار بی صدا. در واقع عفو بین الملل داره با سند و مدرک نشون میده که از روز 25 آبان که اینترنت به صورت سراسری و تقریبا برای همگان در ایران قطع شد، کشتار و خشونت و سرکوب در خیابان‌های ایران که اون زمان به دلیل گرانی بنزین مردم معترض بودن در خیابان شروع شد، و 25 آبان در واقع یکی از خونین ترین روزهای اعتراضات بوده. به گفته عفو بین‌الملل حداقل 100 نفر در اون روز، یعنی در روز 25 آبان کشته شدن. تحقیقات عفو بین‌الملل نشون میده که بیش از 220 نفر در روزهای 25 و 26 بهمن کشته شدن، که 78 نفر در 26 و 43 نفر در یکی از این دو روز که روی هم میشه 221 نفر، و در واقع زن، مرد و کودک و بچه‌هایی که داشتن از مدرسه به خونه می‌رفتن و رهگذران عادی خیابان هم هدف گلوله قرار گرفتن. از سوی دیگر 100 تا ویدیو از 31 شهر تایید شده روی نقشه ایران به همزمان با قطعی اینترنت نشون داده میشه میزان خشونت رو، و اینکه عفو بین‌الملل میگه با توجه به این ویدیوها نشون داده میشه که استفاده مکرر از سلاح گرم، گاز اشکاور، ماشین آبپاش، وسایلی بوده که نیروهای امنیتی علیه معترضان استفاده میکردن. ویدیوی دیگه‌ای هم هست که روی اون اسامی کشته شدگان، روز به روز از 25 تا 28 میاد و مشخص میشه. در آخر وبسایت در واقع عکس تک تک و مشخصاتی که عفو بین‌الملل تونسته جمع‌آوری بکنه هست، یعنی شما روی هر عکس کلیک بکنید مشخصات فرد کشته شده میاد. این در واقع عفو بین‌الملل خواسته این عددها را تبدیل به آدمهایی بکنه و جانهایی بکنه که در اون روزها کشته شدن. در واقع هدفش هم میگه که میخواد توضیح بده قطعی اینترنت چیه و چرا نقش جدی در نقض حقوق بشر داره و در واقع بزرگداشتی باشه برای کشته شدگان آبان ماه. مریم، در مورد تعداد کشته های اعتراض های آبان ماه بحث بسیار بوده، قبلتر هم در این مورد
بحث‌های زیادی بوده. عفو بین‌الملل میگه دست کم 304 نفر، مقام‌های ایران هم به 200 و کمتر از 220 نفر حداقل اشاره کردن در گفته‌هاشون. چرا این فاصله ها وجود داره و اینکه واقعا عدد و رقم تایید شده چه است؟ ببین دقیقاً این حرفی بود که از روز اول و از زمانی که حداقل اینترنت برگشت این سوال بود که خب چند نفر کشته شدن. مقامات جمهوری اسلامی تمام مدت سعی می‌کردن دولت پاسخگو نبود، قوه قضاییه نبود، ماموران امنیتی نبودن و در نهایت 8 ماه بعد آقای رحمانی فضلی وزیر کشور اعلام کرد که بین 200 و 225 نفر. فردای همون روز مشتبه زنور رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت 230 نفر. وقتی که از کشته شدن آدم ها حرف میزنیم قاعدتا از این اعداد حرف نمیزنیم. همین 5 نفر، 2 نفر، 3 نفر جانهایی هستند که خانواده هایی داشتن که نگرانن و میخوان بدونن تکلیف فرزندانشون چی بوده در این مدت. و از طرف دیگه آقای ذوالنور تو اون حرفا، تو اون صحبت هایی که کردن گفتن 26% از کسانی که کشته شدن در اعتراضات حضور داشتن ولی در واقع معترض نبودن و رهگذران عادی بودن که به دلیل نامعلوم مثلا به شقیقه‌شون از سمتری شلیک شده. میدونی اینها چیزهایی که خانواده های داغدار هستن و دلیلشو میخوان بدونن آمران و عاملان این کشتار کیها بودن و چه تعدادی دقیقاً کشته شدن. هنوز هم در واقع این شک و شبهه وجود داره و کسی دقیقاً نمیتونه بگه چه نفر. همونطوری که عفو بین‌الملل هم میگه حداقل در واقع 304 نفر. و ما هم همیشه در بی بی سی گفتیم تمام راه‌های تماس ما باز برای همه و کسانی که قربانی اتفاقات آبان بودن. اگر میخوان ما حتماً با توجه به شرایط امنیتی حاضریم داستان‌هاشون و کسانی رو که از دست دادن رو در واقع خبری کنیم و پوشش بدیم. ممنون ازت مریم افشنگ همکارم. ورید معلم معاون نخست وزیر و وزیر خارجه سوریه در 79 سالگی درگذشت. هنوز علت مرگ او اعلام نشده اما خبرگزاری رویترز گفته آقای معلم مشکلات قلبی داشت. گفته شده احتمالاً معاون او فیصل مقداد جانشین او خواهد شد. آقای معلم نزدیک به 15 سال وزیر خارجه سوریه بود و از 8 سال پیش به عنوان معاون نخست وزیر هم فعالیت میکرد. در اسلام آباد پایتخت پاکستان نزدیک به 3000 نفر در اعتراض به انتشار مجدد کاریکاتورهای جنجالی از پیامبر اسلام در فرانسه به خیابان‌ها آمدند و خواستار اخراج سفیر این کشور شدند. گزارش شده که پلیس به سمت معترضان گاز اشک‌آور شلیک کرده و با بعضی از آنها درگیر شده. این کاریکاتورها اولین بار 5 سال پیش در مجله شارلی ابدو چاپ شدند و در پی انتشارشان اسلامگرایان تندرو با حمله به دفتر این مجله در پاریس 12 نفر را کشتند. 3 فضانورد آمریکایی و 1 فضانورد ژاپنی با فضاپیمایی که شرکت خصوصی اسپیس اکس ساخته از ایالت فلوریدای آمریکا عازم ایستگاه بین‌المللی فضایی شدند. این دومین باری است که سازمان فضایی آمریکا ناسا از خدمات این شرکت خصوصی برای سفر فضانوردان استفاده می‌کند. اسپیس اکس متعلق به ایلان ماسک صاحب شرکت خودروسازی تسلا است و با ناسا قراردادی 3 میلیارد دلاری برای خدمات حمل و نقل فضایی امضا کرده. بچه آبی فیلم جدیدی از استودیوی تاجیک فیلمه که به موضوع ارتباط انسان با محیط زیست، گرمایش زمین و پیامدهای اون اختصاص داره. کارگردان این فیلم از دانشکده سینمای تهران فارغ التحصیل شده و بچه آبی چهارمین ساخته بلند اوست. خبرنگارمان سهراب ضیا از اولین تماشاچیان این فیلم در خانه سینمای شهر دوشنبه تاجیکستان بوده و این گزارش رو برای ما فرستاد. سال تا سال کم می شود. بچه آبی زندگی خانواده را به تصویر کشیده که در روستای در کنار دریا یا به قول تاجیک ها بحر زندگی می کند. شغل مرد این خانواده صید ماهی و فروش آن است. این روستا مدرسه ندارد و رامسس تک پسر این خانواده بیشتر وقت خود را به صید ماهی می گذراند. در لابلای روایت روزگار این خانواده فقیر، روابط نامطلوب انسان با آب در محور فیلم قرار می گیرد. پیامدهایی که یک سال بعد می آید یا که 6 ماه بعد می آید، به نظر ما آب همونها را زودتر برای ما می گد.
آب به نظر ما گوش میکند، آب به نظر ما حرفی بد از خوب جدا کرده میتوند. ما شاهد شدیم که این فوجه طبیعی برای این دهه رخ داد، همه دهه رو مثلا اشغال گرفت، ماهی های مرده و خس و خشکی که مثلا برای این دهه آورده شد و واقعا آب ترکید، آب کفید، آب دیگر نتونست صبر بکند از این مناسبتی که ما انسان ها داریم. بابا چی با دویم بالای زارق سرخ مشینین؟ در این روستا بابای برکت پیرمردی روزگار دیده به سر می برد که عمر به سید ماهی مشغول است. رامسس قهرمان مرکزی فیلم با بابای برکت هم شغل او دلبستگی زیاده دارد. همسری این مرد در یک شب طوفانی در دریا غرق می شود و او هم تصمیم می گیرد خود را غرق کند. برای چی اون موی سفید دیگر مقصد زندگیش نمی ماند؟ برای که بحر دیگر ماهی ندارد. می فهمید؟ ماهی نداشتن بحر این خیلی است که اگر ماهی نداشته باشد او بحر نیست، او بحر در کار نیست. سعدالله رحیموف فیلمی بچه آبی را یکی از بهترین تولیدات تاجیک فیلم در 30 سال گذشته می داند. فیض‌الله فیض کارگردان این فیلم مستندهای از جمله تاریخ سینمای تاجیک، استاد بوریس کیمیاگروف و فیلم تاکسی را ساخته است. بچه آبی را سال گذشته در شهرک سینمایی متروک فرخار در ساحل بحر تاجیک در شمال تاجیکستان فیلمبرداری کردند. در همان جایی که 20 سال پیش بختیار خدای نظروف کارگردانی در گذشته تاجیک فیلم مشهوری پدری مهتابیش را به تصویر کشید. با گفته فیض‌الله فیض ایده فیلم جدیدی او هم به بختیار خدای نظروف تعلق دارد. آقای فیض می گوید فیلم نامه بچه آبی را بر اساس 17 صفحه یادداشت‌های دستنویسی آقای خدای نظروف نوشته که در زمان فیلم برداری پدر مهتابی روی کاغذ آورده بود. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. نسخه کامل این گزارش رو میتونید امشب در برنامه 60 دقیقه ببینید. ممنون که همراه ما بودید. در این بخش خبری به پایان این بخش رسیدیم.